سلام دیگر در سلام افغانستان خوش آمدین و امیدوارم که از لحظات زندگیتان لذت ببرین و به سلام افغانستان هم بیننده باشین. در این لحظات برنامه از افتخارات ورزش افغانستان آقای حسن بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد را دعوت کردیم، همچون ولی جان هوتک در این بخش حضور پیدا کرده بودند ولی متاسفانه بر اثر زخمی که قبلا برداشته بودن زخمشان خون شد و اندک مشکل پیدا کردن و باید عاجل می رفتن به شفاخانه. ولی جان رفتن ولی حسن بخش سفری افتخار حضور در سلام افغانستان را دارن که ازشان دعوت می کنیم که بیاین. رازی جان، حسن جان آماده است؟ بله حتما آماده هستن و حضور پیدا میکنن و باید بگویم که آقای حسین بخش سفری یکی از کسانی بودن که برای اولین بار مدال آور بازی های داخل سالن آسیا و از کشور ترکمنستان مدال طلا گرفتن و این مدال واقعا افتخار بود برای افغانستان و برای خود آقای سفری که ما هم خیلی زیاد خرسند هستیم که امروز در برنامه با ایشان هستیم و صحبت های هم خواهیم داشت که آخرین دستاورد هایشان و مدال های طلایی که اینا به دست آوردن از کدام مسابقات بوده و مسابقات آینده شون چه هست و کجا هست و چگونه خواهد بود. دعوت میکنیم که تشریف بیارن. آقای سفری، صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر. سلامت باشین. میشه که سلام کلام ببینید؟ نخواست شما سلام احترام عرض ادب خدمت شما و خدمت همکار ناظرین شما و تمام بیننده عزیز تقدیم میکنم. امید که صبح خوش خوش را آغاز کرده باشن انشاءالله. سلامت باشین. صفا آوردین به سلام افغانستان. خیلی دیر میشه که شما را ندیدیم. کجا بودین؟ خب دقیقا ما هم مسافت های تمرین و درس ها بودیم. خب بلد. افغانستان بودین؟ نه خیر، در مدت های زمان که ما شما ندیدیم البته ما سفر هم بیرون داشتم. بله خیلی خوب است، در مورد سفر ها هم صحبت می داشته باشیم. سبانه داره. آها تشکر حتما باش انشاءالله باز می خوریم. فعلا نمی خورین؟ خب شما اگر چیزی میشه که اطمان. یک گرچه نان نمک هستیم و بارها در برنامه قبلی ما هم قای سفری حضور پیدا کردن و میشه با ما همکار بودن، ولی حالا میگه چیزی کاماده است. خب میشه که دقیقاً استفاده کردیم. بله خب قای سفری بر ما بگوین که سفرهایی که شما داشتین به چه مقصد و به چه منظور بوده و دستاورت ها این سفر چی بوده؟ خب من البته سفری که در دبی داشتم، اول من برای تمرینات رفته بودم. اما دیدم در جریان تمرینات که مسابقه هم در دبی برگزار میشه، من گفتم بیا از اینکه از این هم به بهره نمانیم در مسابقه شرکت بکنیم. و خوشبختانه که در مسابقات پروفشنال جوجوتسو سبک نوگی شرکت کردیم که خوشبختانه در وزن 67 کیلوگرم مقام اول کسب بکنیم و خیلی از کشورهای مختلف هم در این مسابقات شرکت کرده بودند. بسیار عالی. ما فکر میکنم که بیننده و هموطنان ما معلومات کافی رو در مورد شما داره و بارها در رسانه ها هم صحبت شده. ما امروز خواستم متفاوت‌تر با شما برنامه داشته باشیم. نگینه جان هم صحبت های با خود داره. حدس بزنید که نگینه جان در آنجا با شما چگونه صحبت خواهد کرد و چه چیزایی را و کدام گیم رو با شما بازی خواهد کرد؟ قسمی که دیدمش البته توپکو است. من نمی‌فهمم که در گیم البته ما چقدر خب مهارت زیاد هم ندارم، امیدوار که چلنج نباشه و زنان و گپا مشکل نیست، فقط به خاطر ایجاد سرگرمی انشاءالله. حتما حتما. سلام. خوش آمدین و صبحتان بخیر. تشکر، سلامت باشی. باز هم البته به نوبه خود سلام احترام از ادب خدمت همه شما تقدیم میکنم. سلامت زنده باشین. صبحانه نوشی جان کردین؟ دقیقا بله. کمتون انرژی که نداشته، انرژی تون دیگه پوره شده بود نیست؟ نه باز دقیقا ورزشکارا انرژی زیادی دارن. بله به من خاطر گفتم نه، کمی که مونده بود صبحانه که نوشی جان کردین تکمیل شد. در کنار از اینکه من صحبت می داشته باشم امروز خاطر درباره مسابقاتتان، دو گیم خیلی جالب می خوایم امروز امروز شما بازی بکنم، ببینیم که امون قدر که در ورزش موفق هستین در گیم بازی کردن چگونه هستین. گاهی وقت گیم بازی کردین یا نه؟ گیم بازی کردیم اما زیاف نه دیگه، البته ما هر روز زیاف بازی میکنیم. حتما وقتی که به تفریح میرین یا کم فرصت پیدا میکنین امروی دوستایتان گیم بازی میکنین؟ ما هم گیم لدو خدا کنه نباشه. امو از دقیقه اموز. بله. خب امو هم یک بخاطر روشن ساختن از این خیلی خوب است. امو گفت گیم فکر کنم. خب چه خوب است گیم اول براتون پیشنهاد بکنم شما. بله. این طرف بفرمایین.
گیم اول خیلی آسان است، کمک دقت به کار است. توپ میبینید در بین سطل است، از بین از این توپ ها را میگیرین. در یک دقیقه ما براتون فرصت میدم. توپ باید سر میز، اثر میز باید داخل گلاس بندازید. آها بسیار میشه انشالله. چهار گلاس که اینجا مانگیز باید توپ ها را بندازید. اگر نشد باز اگر من فکر متوجه شدم درست درست از حتما اگر زیاد آزارتان داد نشد. آماده هستین؟ آه انشالله فرصت شما شروع میشه. یک دو سه. میفهمین اولین کسی هستین که باید زودترین فرصت پیش از اینکه یک دقیقه تان پورا شود. گیم تانستین در 36 ثانیه شما تانستین در بین گلاس ها توپ ها را بندازین. یک کف دیگر هم باشه میمون. بله بسیار با مشکلی نه انجام میدن، حتی بعضی هایشون هیچ نمیتونن. باز مثل ما های توسط دست خدا باید نمیتونست بمانند. به هر صورت یک گیم دیگر هم بردان پیشنهاد میکنم. گیم خیلی آسان است، گیم نت هاست و در یک دقیقه شما را فرصت میدم نت ها را سر به سر هم بگذارین. بسیار خوب حتما. خب یک بار نشان بدم. یک بار نشان بدم. خیلی آسان است، اگر تهداب شد از اول درست بانین باز میتونین که همگیشه سر به سر هم بگذارین. فرصتتان در این هم یک دقیقه است. اگر نتاب پس رفت میتونین توسط دوستان کمک پیش بیارین. خب بسیار خوب حتما. این رحم میگذارم بر شما. فرصت شما هم شروع میشه. یک دو سه. خب امو را میمونم فکر کنم فرصت تانم با پایان رسید. اما اموش هم میمونده. اگر یکی دیکن با سر از اونا میمونده این مفتاد خودش اینه مثل حال کفتی. خب 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 خیلی اگر یک چهار سه دیگه هم بتون به نظرتم باز میتونین این انجام بدین همطور حدس بذاری میتونین یا نی؟ کم فکر نکنم بتونم فکر نمی کنیم. یک روز تمرکز میخوای؟ تمرکز میخوای بله. این که تحت پشش از اول همه اصلا این بشتا نشه همه گیش مفتاد باید اما اول دوم شه که درست میمونین میموندین اونم مفتاد. خب به هر صورت نگینه جون یک چیز ما قبلا که در آغاز گفتم حسن بخش سفری میه باش دلیل شد بگیم با کارگردان در تماسیم کی میه گفت حسن بخش. ما گفتم حسین بخش سفری. گفت نه حسن بخش برادرشون است. گفت نه اینا حسن بخش سفری است. ما گفتم شاید کس دیگه باشه. وقتی که سفری سه با آمدن ما گفتم خیلی خونه حسین بخش سفری است. رازی جان باز تصحیح کردن. بله بله. خب به او خاطر که من نام تلقش گرفتم کارگردان ملامت خب مسابقات تانه خواه امروز رازی جان صحبت کردیم. مسابقات جدید هم در پیش روی دارید شما؟ بله مسابقاتی در پیش هم دارم. مسابقات بخش MMA هم بارزات آزاد است که انشالله بسودی برگزار خواهد شد و ما هم آمادگی خاص خودشون میگه. مسابقات آزاد که از خیلی مشکل است به نظر ما، یکی از دشوارترین ورزشی است که در افغانستان است و هر کس نمیتونه پیش ببره. اولین بار که ورزش آغاز کردین کدام جایتون زیاد آگاه شده بود؟ البته نخیر ما اولین رشته که آغاز کرده بودم خب این آگاه شده بودم در مدت ها در جریان تمرینات. البته ساقای پای ما آگاه شده بود بسیار بد رقم. یعنی خلاصه ای تو بگم که مدت ها خوابیده بودم که عبد پایم باید جور شود. دیگه یاد کردیم که مسابقات مبارزات آزاد یعنی مشکل است. مشکل هم هست هم نیست. اگر ما از نگاه ذهنی خود باز بکنیم دقیقا نقطه مشکل نخواهد بود. اگر که به حساب خود استرس یا خود تلقیب بکنیم واقعا سخت خواهد بسیار خوب. در مسابقات آزاد هم کسی را میتونیم الگوی خود قرار بدیم؟ شما هم الگوی خود کسی را قرار دادیم؟ ما البته زیاد روی نشه نخواهید نه. ما خود میخواییم که الگو دقیقا بله. اما کوشش میکنیم ببینیم که چقدر موفق باشیم. همیشه موفق باشیم. سفری
خوشترین لحظه زندگیتان چی لحظه بوده اگر بیان کنید؟ شما باور بکنید وقتی که ما مسابقه خود برنده میشم و از طریق صفحات مجازی و کامنت ها و زنگ هایی که هموطنان عزیزیم به من میتن، یعنی مهمتر از بردم که ما طلا میگرم یا انواع گوناگون دیگه میکنم مسابقه میکنم، به ما خوبتر خوشی که به هموطنان عزیزیم میافرینه به ما اون لحظه است. واقعا ایره بارها بارها ما شاهد بودیم و تجربه کردیم دیگه. انشالله امیدوار هستم که در آینده ها هم بتونم با تشویق هموطنان عزیز خود بتونم پس خود هموطنان عزیز خود خوش ان شاء الله که همیشه همین قسم موفق باشید. شما افتخار هر افغان هستید، ما همه به شما افتخار می‌کنیم. تشکر بخیر. یک جان تشکر از اینکه شما سر نباشید که به افغان هستید. بفرمایید لطف کردین عزیز. همیشه موفق باشید. سلام افغانستان هست و آقای حسین بخش سفری قهرمان مبارزات آزاد در افغانستان حضور پیدا کردن، همچنان برای ولی جان هوتک در برنامه در ایستیدی حضور پیدا کردن، ولی متاسفانه حادثه‌ای که قبلا انجام شده بود و اینا زخمی شده بودن، دوباره ناحیه‌ای که زخم برداشته بود مشکل ایجاد شد و ناچار شدن برن به شفاخانه و نتانستن در این بخش با ما باشن. حتما هفته بعدی در برنامه حضور پیدا میکنم. بدون شک. و وقفه بگیریم؟ بله. استراحت خیلی کوتاه میگیم دوستای عزیز، بازم جایی نریم و زود زود برمیگردیم در بخش گپ سلام افغانستان.